سلام به همه همراهان عزیز هر کجای این کره پهناور که بیننده ویدیو ما هستین. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم جانتان جور باشه. در این برنامه هم کنار مادر عزیزم قرار ریاکشن داشته باشیم به چند تا ویدیو و چند تا موضوع مختلف که پیشنهاد میکنم حتما تا انتها ما رو همراهی کنید. قبلش کامنت های شما عزیزان رو میخونم. جناب آقای غفار صالحی برای ما نوشتن که سپاس فراوان از برنامه های عالیتان. سلام میکنم به شما دوست عزیز، ما هم سپاسگزاری میکنم از شما، محبت داریم به ما و بیننده برنامه ما هستید. درود بر شما، درود بر همه عزیزانی که همین الان بیننده ویدیو ما هستن. همین الان که داریم ویدیو ما رو تماشا میکنید برای ما نیست از کجا هستین، از کدوم کشور هستین، از کدوم منطقه هستین، روز شبه برامون داخل کامنت ها بنویسید. خیلی واقعا برای ما لذت بخشه، میبینیم که بیننده هامون از سر تا سر جهان هست. حتما برامون داخل کامنت ها بنویسید. وقتی که سرود ما خوانده میشد لم داد روی صندلی و پا نشد. میخوایم بهش بگیم آقای بی تربیت، آقای بی ادب، هر جایی هر سرزمینی احترامی داره و افتخاری داره. این پرچم پرچم هزاران سال قدمته، این سرزمین سرزمین هزاران سال قدمته. اگر تو ریشه نداری این سرزمین ریشه داره. فیلم بگیرید، همه تون استوری کنید، بنویسید زیرش جهت استحصار مرد بیادبی که به احترام سرود ایران بر نخواست. اینو بنویسید بفرستید رو سایتا که ببینه اومد. واقعا هم کار جالبی نبود. واقعا دیگه هر کشوری که میری، اصلا هر کشور هم نه، خونه هر کسی که میری به احترام اون میزبان بعد بری وایسی، چون میزبانته به هر حال دیگه. حالا بحث کشورم که فرق میکنه دیگه، اگه یه کشوری میری به احترام اون کشور، به احترام پرچم اون کشور بعد بیستی تا مثلا اون سرود تمام بشه. کار چندان واقعا جالبی نبود. امیدواریم دیگه هیچ وقت از این شاهد همچین صحنه هایی نباشیم. بنری داریم با موضوع افکار خارجی غیر مجاز که حق هیچ گونه اقامت و کار و تعدد در روستا و شهرها نداشته و در صورت همکاری شهروندان با این عزیزان به عنوان متخلف شناسته شدیم. هرچند که ما ادعای اینو داشتیم که ایران ما وسعتش با افغانستان و پاکستان و ترکیه و بالا و پایین رو داشته، ولی امروز روزی نمیدونم این کار تا چقدر درسته. البته که خب غیر مجاز 100% اشتباه، ولی نظر دوستان دیگه هم میخوام کامنت داشته باشه. اینا بنرهای بزرگی که کلا در سطح شهرهای مختلف، روستاهای مختلف داره نصب میشه و اعلام میکنن که با اتباع غیر مجاز خارجی همکاری نکنید. یعنی نه خونه بایشون اجاره بدین، نه بذارین کار کنن و اینجور داستان ها. و خب به نظر من از این نظر که میگه اتباع غیر مجاز اوکیه، اصلا این غیر مجاز بودنش خودش مورد داره دیگه. یعنی چی؟ یعنی مثلا برفرض مثلا من بلیت سینما نخریدم میرم سینما مثلا یه فیلم میبینم، اونجا هر اون کسی که مسئول اون سینماست هر لحظه منو ببینه بعد منو مثلا بگیره از سینما بندازه بیرون که من چون پول ندادم برای اون فیلم دیگه. ولی این مثال خیلی سرسری دارم میزنم. این غیر مجاز بودنه همیشه درد سر درست میکنه. الان مثلا بر فرض مثال جوانای ایرانی هم خیلی هاشون شاید شغل ندارن، شاید خیلیشون کار ندارن، اگر غیر مجاز پشن برن ترکیه، غیر مجاز پشن برن نمیدونم آمریکا، کشور ترکیه کشور آمریکا اجازه اینو داره که باهاشون برخورد کنه. چرا؟ چون غیر مجاز اومدن. بله اونایی که حالا مجاز بودن و اینا که اونو حالا دیگه بحثش شده است. اینجا هم توی این بنره نوشته غیر مجاز، ولی باز هم حتما نظراتتون رو برامون داخل کامنت ها بنویسید. موافق همچین بنرهایی هستی توی سطح شهرها یا نه؟ برای ایجاد صلح و ثبات پایدار و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور همسایه ما افغانستان تاکید داریم. به همین منظور تاجیکستان همیشه آماده است به کمک‌های خود و احیا و توسعه طیف وسیعی از بخش‌های زندگی مسالمت‌آمیز در افغانستان بپردازد.
در این زمینه بارها از جامعه بین المللی خواستم که از هیچ تلاشی برای کمک به مردم رنج کشیده افغانستان دریغ نکند، به شمول کمک به مردمان مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی تا از بروز یک بحران انسانی در این کشور جنگ زده جلوگیری شود. امام علی رحمان بودن، رئیس جمهور کشور تاجیکستان، که الان صحبتاشون رو در ویدیوهای مختلف قبلا دیدیم، براتون گذاشتیم، حمایت کردن از کشور افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که همین یکی دو روز پیش برگزار شد و حمایت همه جانبهشون رو انجام دادن. بریم ادامه ماجرا رو ببینیم. داشتیم که طرح اولیه این مسئله نخست از طرف چهار کشور آلمان، کانادا، استرالیا و هلند مطرح شد، اما امروز تعداد حامیان این طرح به 25 کشور رسیده. کشورهای مختلف حضور دارند، از اروپا، امریکای لاتین و همینطور از امریکای شمالی. ما از کشورهای عربی و کشورهای اسلامی و همسایه‌های افغانستان هنوز در لیست حضور ندارند. البته از کشورهای اسلامی تنها مراکش در لیست هست و مجموعه این کشورها اعلامیه صادر کردند. کشورها از جمله استرالیا و کانادا هم اعلامیه‌های جداگانه منتشر کردند و گفتند که قبلا هم به طالبان مطابق به دستورنامه و شیوه کاری به اونها اطلاع داده بودند که نقض سیستماتیک حقوق زنان و حقوق بشر را در کل در افغانستان متوقف کنند و پایبند به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر باشند. اما تلاش های گذشته و درخواست های گذشته از طرف طالبان نادیده گرفته شده و حالا اینها در یک اقدامی میشه گفت بی سابقه، حداقل در 3 سال گذشته این 25 کشور گفته که ما از مجاری قانونی اقدام میکنیم و طالبان را تهدید کرده که به دادگاه بین المللی میکشانیم. همونطور که میدونیم مادر اعظم الان کشورهای مختلف در سازمان ملل دارن سخنرانی میکنن. این خبر و اطلاعاتی هم گوش کردیم مربوط میشه به همپیمان شدن 25 کشور سراسر جهان، که فقط یک کشور شبت اسلامی، کشور مراکش، بقیه حالا کانادا و کشورهای دیگه، هلند و اینا رو که داشت میگفت، و اینها درخواست دارن که حقوق زنان مثلا تو کشور افغانستان درست یه بار بازنگری شه و درست رفتار شه حالا مثلا با خانوم ها اینا و یه همچین چیزایی، و گفتن اگر این اتفاق نیفته ما حتما از طریق مراجع قانونی بین المللی پیگیریش میکنیم، که همونطوریم که ایشون گفتن در 3 سال گذشته بی سابقه است. البته این کشورها و نمایندگان این کشورها در یکی دو روز گذشته گفتن که این اقدام در هماهنگی با فعالان زن، فعالان جامعه مدنی افغانستان گرفته شده. هنوز رایزنی ها و گفتگوهای بیشتر در جریان هست، نه تنها با فعالان جامعه مدنی افغانستان و زنان، بلکه با کشورهای دیگر. همونطور که شما هم در آغاز اشاره کردین، انتظار این میره که کشورهای بیشتر در این لیست شامل شوند و این اتحاد بزرگتر شوند. به هر صورت خیلی ها اینجا امیدوارند که از نظر حقوق بشری و اگر این اقدام عملی شود در دادگاه، میتونه فشار بی سابقه باشه روی طالبان که در 3 سال گذشته نشان از انعطاف پذیری و عقب نشینی در سیاست هایشان دیده نمی شود. و آنچه که امروز در این چند روز گذشته ما اینجا در مقر سازمان ملل متحد شاهد بودیم، این که می گفتن تبعیض سیستماتیک است، افراد طالبان دیگر مسئله نیست، بلکه طالبان به عنوان حکومت و نهادهای رسمی اعمال خشونت میکنند و تبعیض جنسیتی علیه زنان را به صورت سیستماتیک روا میدارند، چیزی که از نگاه این کشورها به هیچ صورت قابل قبول نیست. داخل کامنت ها برام بنویسید این چیزیه که خود مردمی که تو کشور افغانستان زندگی میکنن میتونن برای ما دقیق‌تر و واضح‌تر بگن آیا این اتفاق‌ها هست یا نه، اگر هست به چه صورته، اگر نیست به چه صورته. این به نظرم میگه ما که حالا از بیرون داریم به افغانستان نگاه میکنیم نمیتونیم به دقیق بگیم دقیقا همینه یا نه دقیقا این نیست. در کشور افغانستان اگر زندگی میکنیم برای ما داخل کامنت ها بنویسید راجع به این ویدیو آیا تایید میکنید یا نه. ولی پلو که پولشو بهتون داده بودم تو یک رستورانت خوب افغانستان که طرز نشستنش همینجا روی میزا میشینیم و خیلی راحت جلومو سنگه میتونیم، سنتیش هم اینه که قشنگ دستا رو شسته باشی و این شکلی نوشو جان کنید. اینم میز
ویزای افغانستان. بلاگر و توریست معروف ایرانیه که در جدیدترین سفرش به افغانستان رفته و تجربیاتش داره برای ما در میون میذاره. اینجا رستوران شینواری که میگن بهترین قابلی پلو هراتو میده. قابلی پلو ازبکیه دیگه. قابلی ازبکی. اونم همینه آخرهای دیگه دیگه. اینم گوشتش بود که زیرش انداخت. پربار میریزند دره بسته نمیشد اینقدر زیاد میریزند. بعضی از رستورانای حالا ایران که میریم مثلا تهران بعضی جاش خیلی شیک و کوچیک و جمال قشنگ حلالوال ریختش. گوشت زیر برنج پخته میشه. گوشت زیر برنج مایچه هم زیر اینه. دست در مایچه ماکارونی، سوسیس بندری. این هم فسفودای افغانستان کاملا بهداشتی. شیر یخ مخصوص یکی از خوشمزه ترین بستنی های افغانستان. آب نیشکر داریم میخوریم، خیلی خوشمزه است، مزه آب طالبی میده. آب نیشکر گفتی؟ شیرینه؟ اونجا میره لیه میشه آبش میاد پایین. این آب نیشکره جدید بود، اینا من ندیده بودم و چیز عجیبی بود. به نظرم خیلی هم جالب بود باشه طعمش. رنگشو که دیدیم تو لیوان این آب طالبی بود که ایشون هم گفت مزه‌ش هم این آب طالبیه. میدونی خود اون خود نیشکره که میبینیم رنگ حالا اون آبش هم که میبینیم زیاد آدم احساس میکنه چیز جالبی نباید باشه. ولی میگم خیلی شیرین بود، مزه طالبی هم میداد، خوش طعم بود. حالا بعد یه بار امتحانش بکنیم حتما. مرسی که همراه ما بودی، مرسی که تا انتها ویدیو ما رو تماشا کردید. همه این ویدیوهایی که تماشا کردین در این برنامه رو لینک هاشون رو براتون داخل دیسکریپشن قرار میدم که اگر کامل تر میخواین تماشا کنید برید از کانال اصلی هم تماشا کنید و حتما هم حمایتشون کنید. بسیار بسیار خوبه که ما قلب هامون رو هم نزدیک تر کنیم، با هم مهربون تر باشیم. هرچی از ویدیو اول گذشتیم و رسیدیم به ویدیو آخر، همدلیه بهتر شد، قشنگتر شد، جذابتر شد و دیدیم که میشه یک نفر از ایران بره به افغانستان در کنار مردم افغانستان باشه و بهش هم خوش بگذره، یا مثلا میشه از افغانستان قانونی به ایران بیان و بهشون خوش بگذره. امیدوارم تا باشه روی خوش باشه، تا باشه مهر و محبت باشه، تا باشه لطف و صفا باشه در کنار همدیگه. این چند روزی که در این دنیای پهناور هستیم خاطرات خوش از هم برامون به جا بمونه. یعنی یه جوری بشه که مثلا من بگم علی، همه بگن علی چه پسر خوبیه، یا مثلا بگم محمد، بگم محمد چه پسر خوبیه، بگم آرمان، بگن آرمان چه پسر گلیه. اینجوری باشه که از خودمون نام نیک به جای بذاریم، خاطرات خوب یا اینکه حس خوبی از اون طرف دریافت کرده باشن به یادشون مونده باشه. دقیقاً. امیدواریم برای شما هم کلی اتفاق خوب بیفته و شما هم یکی از اون آدمهایی باشین که اتفاقهای خوب و برای بقیه مردم رقم میزنید. مرسی از همراهیتون. اگر دوستان از ما حمایت کنید میتونید ویدیو ما رو لایک کنید، ویدیوهامون رو برای دوستانتون بفرستید، حتما برامون کامنت بذارید، نظرهاتون رو برامون داخل کامنت ها بنویسید. ما سعی میکنیم کامنت های شما رو تو همه برنامه ها بخونیم و ازتون تشکر کنیم از اینکه کنار ما هستید. تا یک برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید. فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید.